سلام مخلص، خیلی خوش اومدید به چنله خودتون. چیزی که تو این روزهای گرم تابستانی زیاد در اینستاگرام میبینیم، خیلی از یعنی خیلی که تمام پیجای اینستاگرام رپی، چنلای رپی یوتیوب همه گذاشتن چیه؟ اجرای پسر 16 ساله اصفهانی در میتینگ تهران. بله، خیلی پخش شده، ترکیده. آره، خیلی ترند شده و مثلا میری تو پیج اینستاگرام میبینی یه پیج گذاشته مثلا 20,000 تا شیر خورده، به خدا 1,000 تاش واسه منه، 1,000 تاش واسه من فرستادن. امروز داشتم چک میکردم چیزا رو دایرکتامو، خب پسر 16 ساله میتینگ تهران، پسر 16 ساله استونی، پسرشون وای مگه میشه همچین چیزی؟ گفتم آقا حتما یه چیزی هست که اینقدر فرستادن. آره دیگه، پس چی شد؟ گفتیم اینجا ریاکشنشو تمام شد رفت بگیریم. آره. خیلی معادله ساده ایه. 4:57 است این اجرا. خب که از چنل هیپ هاپ کلونی منتشر شده و 116 کو ویو خورده. خیلیه. خب یه خیلی اجرا واسه یه اجرا خیلیه. آره. این رقم. آره خودش. یه کوچول بریم بیایم ببینیم آقا چی هستن، چی شده، چه اتفاقی افتاده. Let's go. بزنید بهتره کنید آقا، لایک سابسکرایب کامنت حمایت کنید. خب بریم ببینیم چی کار کرده. تازه اسمش هم ایلیاست اگر نمیدونید. بله آفرین، بدونید که اینجوریه. 16 سال خیلی کمه حاجی. کمه. آره چم دبیرستانی میشه. آره دیگه فکر کنم دوم سوم دبیرستان میشه. آره دوم دبیرستان میشه. حالا دوم دبیرستان، الان میگه دوم دبیرستان نداریم که ما. چندم میشه؟ 12 13. مسخره بازی رو انداختن. والله نظام ما بهتر. حاجی ما واسه زمان شاهیم. نظام قدیمی ره. آماده اید؟ بله. بریم. ولی ده 80 خودش دست گرفتن دارن میترکونن. عالیه اصلا. بریم. Let's go. میگه یه آدم افسردم که علکی خوشحال زیاد، چطوری میشه رنگی کشید این دنیا رو با یه خودکار سیاه؟ هر رو مشتاق دیوار، همه دوستت دارم ولی وقتی که پر باشه جیبات. منو نبین قدم، فرازو خواستم توی نشیب مردم، خیلی فریب خوردن چون این دنیا همه رو ندید برزه. دیگه خستم حاجی، دیگه حالا من هم پاشید، دیگه هیچی حال نمیده این زندگی ما رو رسمن. پشمام حاجی. بله چه فلوی داره روی این بیت. به به، تکسو بگیر تو. چی میگه؟ فرازو میخواستیم ولی تو نشیب مردیم. و من همیشه ببخشید، سوال همیشگی من، چرا باید اینجوری بخونن انقدر دردناک؟ تو این سن معمولا تو باید دنبال بازیت باشی، نه دنبال این تکس انقدر سنگین دردناکه. و منو یاد کی انداخت؟ یاد شایه انداخت زره و یاد مسلک و امیر خلوت. آفرین، دقیقا تو سبک ایناست. به به، آره. چه اجرایی هم میکنه. خیلی خفنه. دنیا همه رو ندید برزه، دیگه خستم حاجی، دیگه حالا من هم پاشید، دیگه هیچی حال نمیده این زندگی ما رو رسمن. عشقا میشستم قلم و ورقم از فردا میگفتن، خودم به خودم املا میگفتم و میفهمیدم چقدر تنها میشد من. رفع اشکال چی هست؟ حس میکنم خود اشکالم من، حتی زنگ به زندگی زدم اونم نشناخت منو، سری اشکال تو حسا. وقتی که حال منو میگفت اکسام، چرا باید دو آدم و درد و دل کرد؟ وقتی خالی میشه رو ورق حسام و من همه رو میذارم میرم، انگام کرمم که بیزارت پیله است، تنها رفیقم یه فندک بود، شب و روز آتیش به سیگارم میزد، من بهترین و بدترین خوب رو دیدم. این تکس حتی برای منم سنگینه، زیادیه میدونیم. آره چه برسه برای ایلیا. چت قلمش قوی و قشنگ و چقدر قشنگ ادا میکنه کلماتو، چقدر قشنگ اجرا میکنه، صدای رسا و خفن، چقدر مسلط. آره من گریم گرفت یکم. فلوش خیلی درد داره. آره خیلی خیلی زیاد.
عرق خرسام و من همه رو میذارم میرم انگام کرمم که بیزارم پیله است تنها رفیقم یه فندک بود شب و روز آتیش به سیگارم میزد من بهترین و بدترین خوب و دیدم زندگی بچست و من پدوفیلم یه خنده فاز خوشی گری تو شب میشه گیرم اصلا شب و روز آتیش به سیگارم میزد من بهترین و بدترین خوب و دیدم زندگی بچست و من پدوفیلم یه خنده هم میگیرم این منطقه بیرم فاز خوشی گری تو شب میشه گیرم اصلا میخوام غریبه ها رو آشنا ببینم وسط خستگی فاز باشگاه بگیرم خودم از خودم شکایت کنم و خودم برا خودم دادگاه بگیرم نمیتونم گاد او مای گاد من بین همه این چیزا خودم میخوام وسط خستگی باشگاه برم خودم کلن چیز باشه دیگه کلن هنجار شکنی کنم آره گو برو از خودت شکایت کن رضایتم نده ولی واقعا بعضیا یعنی من خودم باید از خودم شکایت کنم که انقدر بعضی مواقع به خودم سخت میگیرم و خیلی همون اینطوری هستی آره خیلی واقعا رو آشنا ببینم وسط خستگی فاز باشگاه بگیرم خودم از خودم شکایت کنم و خودم برا خودم دادگاه بگیرم نمیدونم میره شدم اون آدمی که کل روز رو درگیره این زندگی یه چیز رو یادم میده روز خوب و بد و لش همه شب میشه شب میشه این روز صبح میشه این شب یه روز سام پخش میشه توی این شهر امون نمیدم شغال شیرشم کم نمیارم حتی اگه پیشم شاید یه روز تموم بشه دیگه حرف زود یه روز که شرم کنه غم از صبرمون یه روز خوب میاد که ما دیگه پیر شدیم و صبرمون دیگه رسیده به صبر یه روز خوب میاد آره چقدر زیبا داره میگه صبرمون رسیده به چی اون دیگه شو نفهم الان وسط میذارم قبلترش هم گفت چی آقا بعد یاد بگیریم که هر جوری بگذره بالاخره میگذره آره صبح میشه این شب شب میشه این صبح امروز یکی از این بچهای همسایه هستن مغازه‌ی همسایه آره. داروخانه‌مون اومده بود 23 سالشه طرف خب. خیلی خسته بود میام ببین همیشه وقتی شما نیستید خب. میاد همیشه پیش من با هم صحبت میکنیم خب. یه نیم ساعت مثلا ساعت 2 3 ظهر معمولا خلوته دیگه داروخانه آره. خب میام خیلی خسته بود میشد میگم خیلی درد و دل میکنه میگه حاجی من کسی پشتم نبوده بابام نبوده و اینا خب خیلی سختی کشیدم الان دارم تو مغازه کار میکنم صبح تا شب 8 میلیون میشه حقوق نمیگیرم خب گفتم داداش این قضیه واسه همه صدق میکنه تو این مملکت خب ما یه جوونی به خودمون بدهکاریم اوف. اوف. گفتم اشکال نداره تو که الان داری راتو میری راتو همین جوری برو به دور از هر حاشیه‌ای بالاخره میرسی به اون چیزی که باید برسی میرسی گفتم الان ببین من الان 30 سالمه خب 28 سال قبل زندگیمو بریز دور من تو این 2 سال یه خورده اومدم رو اومدم فهمیدم زندگی چی گفتم انشالله واسه تو هم میشه بالاخره دیگه آدم فقط باید امیدوار باشه و تلاش کنه چون تو این کشور متاسفانه ما آرزوامون رو باید سرکوب کنیم خیلی همون غیر از حالا اون 2-3% آدم میخواد بره جلو هم سنگ میندازن جلو پاش آره قول شیرشم کم نمیارم حتی اگه پیشم شاید یه روز تموم بشه دیگه حرف زود یه روز که شرم کنه غم از صبرمون یه روز خوب میاد که ما دیگه پیر شدیم و صبرمون دیگه رسیده به صبر بودم نوشتم زیاد دل نوشته چیه سرنوشتمونی فقط با امید این که روز خوب بیاد جهنم چیه اگه بهشتمون اینه تو دلم اندازه جار ما حرف خودم از آدم از دل این شهر چی گفت واقعا من همیشه این حس رو دارم که احساس کنم جهنم برای مردم ایران خیلی معنی نداره خاصی نیست اصلا این نظام جهنم بابا این که چیه واسه ما دم دستیه این ما به اندازه کافی تو زمین گاهیده شدیم دیگه فقط امید این که روز خوب بیاد جهنم چیه اگه بهشتمون اینه تو دلم اندازه کار ما هم حرف هست خودم از آدم ها از دل این شهر چقدر رنگ عوض میکنن تو حرف هست همینا که داشتمی بهت میگن هر شب نمیدونم چرا علکی پکرم بد علکی پای دود نفسم را شبامون علکی روز میشه روزامون شب منو به جای تو تنهایی بغلم کرد داره دیگه نداره دستم نمک تو این حال و هوا میطلب مسلک فقط تو این شب و دیگه همه مستم پکر رفتی بر نگرد خستم ولی یه روز من پر میشه
تو این سوال فقط مسلک حال میده. کیلو کیلو حق میگه داداشمون. مسلک بذاری بری واسه خودت. آره واقعا به قول تو مسلک و امیر خلوت و یه چیز الان اوف. گفت اونایی که فقط بهت میگن داداشی و اینا فقط به خاطر سودشون پیشتن. دقیقا همچین بحثی هم دوباره ما امروز کردیم. بچه ها رفیق کسوشر محضه، همچین کلمه وجود نداره. بریزید دور، پی زندگیتون برید، خودتون، پولتون، وقتتون، روحتون، انرژیتون رو واسه رفیق نذارید. الکی 4 سوا میگذره میگید اه کاش به حرف سوا رو گوش میکردی. آره فرق نمیکنه این فرمانه این داداشیمه این فلانه. دو نوع آدم وجود داره، من اینو همیشه گفتم، همه جا هم گفتم، میگه محسا دیگه میشنفه کنم. آره دو مدل آدم وجود داره، زرنگ و باهوش. باهوش همون میتونیم بگیم کسخل در واقع. آدم باهوش زرنگ نه باهوش، من باهوش اول میگم کسخل نه زرنگ بزرگم. آدم زرنگ کیه؟ کسی که از تجربیت دیگران میگیره و دیگه اون راهو نمیره که دوباره شکست بخوره. خب تجربه گرفته، عبرت گرفته، درس گرفته. ولی آدم باهوش یا همون کسخل خودمون کسیه که چی؟ اون راهی که بقیه رفتن ضربه خوردن و میگه آقا اشکال نداره منم میخوام برم تجربه کنم. اره. اوکی زرنگ باشید پس. زرنگ باشید همیشه. اره. پس رفیق بازی نکنید، این همش کسشره. شب منو به جای تو تنهایی بغلم کرد، داره دیگه نداره دستم نمک، تو این حال و هوا میطلبه مسلک فقط. تو این شب و دیگه همه مستم فکر، رفتی بر نگرد خستم، ولی یه رو بکار میشه کارت بانکی ها، میبینم اونا که دارن کار بانکی ها، دیگه هیچ کی رو نیستم هیچ چی رو هستم، یادت داره منو اگه کار داشتی با همینم یه سنگ میمونه و یه آدم و شما میخواییم بپرسین حالم و کجا. دیدم خوشی های عالم و دو جا زیر سایه مادر و آغوش خدا. دود و الکل خودت بیا سلبریتی هدفت، دنیا رو هم نکرده اونا که بودن شل، الگو بشی یاد بگیرم از تو، بذار بزنم به آب رد نشن اپل، خوب من فرق میکنه با خوب مرد، هر کی خر خودشو میرونه سر خود، ولی منم اونا که میکنه با ادب شوک مرکی در اومد بکم هدفش رو امید و توی وجود اون زدنش مو، همه فن عریف نبود همه فن خور، روزای خوبی که پیش بود همه شب شد، ولی دنیا نصیب بچه پر رو هست، مگه تو چیکم تو هم پر رو باش، گوش به حرف من چه بود قده ازت میادون لگی خودت الگو باش بسید آفر یعنی چیزایی که من تازه بهشون رسیدم و ایشون بهش رسیده. یعنی آقا حرف مردم هم میدونید دیگه اینا رو بگیر به یه برز دایور تو این چیزا، کسی هم الگو نباشه، خودت الگو باش، این خودت الگوی چی باش، خودت الگو باش. نه 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 یه چیز خیلی قشنگ گفت، تو سلبریتی الگوت باش، سلبریتی هدفات باش بکن. آره خیلی قشنگ گفت سلبریتی هدفات باش. آره خیلی زیبا داره میگه این، روزای خوبی که پیش بود همه شب شد، ولی دنیا نصیب بچه پر رو هست، مگه تو چیکم تو هم پر رو باش، گوش به حرف من چه بود قده ازت میادون لگی خودت الگو باش تو نمیتونی پسر، خودت داری سر خودت تو میزنی به سنگ، انگاهی چیزی تومه دم میگه به جنگ دهن، هر کی زیاد حرف زده ما دلی کار میدیم تو دلی بشنون، ما دلی میگذریم اینو دلو میشکنن، دیگه حرف هیچ کسی رو نمیشنون، تنهای خودم همه بیشتر نگاه، دیگه خودم نیستم عوض شدم، به ته خوب بودن و بدی و جر دادم، تفسیر کل زندگی شعرامن، هر کسی فکر کنی خواستم نشد، جز این که تو نمیتونی واس من نگو، غرورم نمیذاره هر جایی برم، جای پامو گذاشتم که خواستم منو، هر جایی نرفتی ارزش داری، هر جایی بری مولا درزش شدی، برو بگرد ببین چی به دردت میپاره، واسه سیگاری نمیکنه ورزش کنی. ولی باریکلا باریکلا دمت گرم، چه خوبه ایلیا داداش، کجایی؟ کجایی؟ اصلا تا حالا کجا بوده والا به خدا؟ کجایی؟ چقدر زیبا داری میگی؟ یعنی احساس مونم قشنگ یه آدم 50 ساله داره مثلا صحبت. آفرین. 50 ساله هاشم والا خیلی ها انقدر 50 ساله کسخل تا دلتون آره بخواد 45 ساله آره کسخل زیاد داریم. زشته. بیشتر آره. دری بری میگن یه سری ها. آره. والا کسی من اینجوری نصیحت کنه میذارم اینجا. آفرین. گوش میدم. میگه هر جایی نرو. شن داشته باش،
حداقل خودت هوای خودت داشته باش. شایه میگه آره هر جایی که رفتی پس بدون چی مو میره لا درزش. ای بابا هر جایی برم جای پامو گذاشتم که خواستم منو، هر جایی نرفتی ارزش داری، هر جایی بری مولا درزش شدی. برو بکرد ببین چی به دردت میپاره، واسه سیگاری نمیکنه ورزش داری، ولی یه نگاه بند و بین اون چقدر حرف نگفته حبس تو سینه، چقدر حرف این حرف تلخ باری کلا. یه شبایی میخوابی تو خود زود، یه شبایی بیداری تو خود صبح، به خودت قول میدی دیگه لب نزنی و یه شبایی پیکت میشه پر پر، ولی شاید با دادن یه گل روز خالی کنی جیبیو که بوده پر قرص. بعدش نمیاد خوبی تا عبد و ده کسی به دلت بگو میکنی همه رو رد که چی میگن از دل میرون که عد دیده بره، مغزم میگه آره قلبم میگه بریش. ماشاءالله باریکالله عالی بود، پرفکت، بی نقص. هرچی من از این اجرا بگم کم گفتم. چی میتونه بگم؟ بیت که بیتو ولش کن، تکس پرفکت بود، پرفکت. بچه ها دیگه میدونید من از این تکس هایی که فاز نمیدونم شخصی داره و زندگی و این چیزا مثل شایه و مسلک و اینا دیگه دیوونه این تکس ها. من تکس عالی، اجرا عالی، چون همزاد پنداری میشه. آره اجرا عالی، صدا خوب، واضح، اکت عالی، ادب عالی. آره بچه با ادب بیمت مشخصه. کاش چیز کنه اینا، ترک کنه واقعا. آره. خیلی قشنگ میشه، خیلی. من حمایت میکنم اگر همچین ترکی بخواد در بیاد از ایلیا، من صفر تا صد حمایتش میکنم. آقا نظرتون قطعا میدونن مثبته، اصلا مگه میشه اصلا مثبت نباشه نسبت به این اجرای زنده؟ آره داره اجرا میکنه. بچه زیادم بود، بچه 16 ساله مگه چند بار اینطوری اجرا داشته؟ دقیقا با اعتماد به نفس. آره اومده انقدر زیبا داره اجرا میکنه واسط. دمش گرم. خب آقا نظرتون بنویسید، لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. دمتون گرم که همچین چیزی رو پیشنهاد دادید و قطعا بچه ها همه میرن، یعنی ریاکشنشون میرن. دوستتون داریم کلی زیاد. تا ویدیوی بعد مخلص.